ای بابا ما از گشنگی مرد آخه عوض نهار آوردنتونه آخه ناسلامتی شما دارین از زیارت برمیگردین و وقت نشستی داری قمار میکنی خیلی خوب بابا ما که سر چیزی نمیزنیم ننه هیداد میزنی مگه ما آدم نیستیم ننه ما را آوردی زیارت گشنه باشیم عده داشته باشید چشم این زلیل مرده با سرک کشیدی میگم اوجا آرش تموم شده باشه او وقت چی کار خدا ببخشه زد و بو همون دختر است و ساده خود دختره همون که تو مسافر خونه بود بروسی بر ندار دماغیه دماغیه بر ندار تو اینجوری هستی ما هم میخواستم هم دست بالا بهش بده میخواستم پوش کنم حالا راحتت میکنم ببینم شیر خواهد خواهد بفرما شیر این که دیگه سور نیست ها با اجازه موابرش برو مال تو میگم چه ساده بیا چیه انگار تو خیلی گرفتار شدی نه بابا بیا من میرم سور سات نهار را بندازم تو هم به سور سات خودت بره الا اون که قربونه برم من از کاری نکردم که دیدم تو پیر مردی دیدی که سویت نیگار کنه گفتم بابا پدر تو من دیگه تونم مسئولیت قبول کنم رسیدیم تهرون یه نامه به داداشت بنویس عقد کنه بعد بره ببره نامزدش کیه دیگه کیه دیگه یعنی چی میپرسی بیا هی خواستگارای دخترم رو رد کردی گفتم بدمش به برادرزادم که وصله تنم باشه اینم از سر دست دست زن کیایی واسه زری خواستگار اومده که ما متوجه نشدیم خوابتو هم خواستگارای من شب و روز پاشنه در خونه رو ور میدارن بگه مثل تو یتیم و بیکس و کارم خیلی خب بسه دیگه اینجا چی میخوای آقا؟ اومدم بلیطاتون رو کنترل کن یه ایده یعنی اومدم چمدون هم بابا عوضی اومدی آقا جون عوضی اومدی این چمدون ها مال ما بفرمی میره این راست بگی معذرت خیلی خب خیلی باش بفرمی آکر شما هم هستم بفرمی شما هم هستم بفرمی همینطور سرشون رو میزن پایین میان تو فکر نمی کنم اینجا ناموس مردم نشسته خجالت هم نمی کشم تو درجه سه هم راحتی نداری اما من هم چه ای بگیرم خیلی خوب برم اما خیلی زود برگیرم چشم هم جون شما واسه چی دنبال من افتیدین آقا؟ واسه دستمال خانم بفرمایید دست شما درد نه خب دیگه فرمایشی نداری؟ حرصی ندارم پس خداحافظ ببخشی عرض داشتم من ببخشی عرض داشتم بفرمی یه عرضی داشتم یعنی همچی عرض بیا مولشتم اما عرضی داشتم نگم که میبخشی که ما دستمال شما رو پیدی کردیم شما ببخشی جون شما تقصیر من نبود دست خودتون افتاد ایوان میدونم خب دیگه دستمال میفته ببخشی شما ترمی هستی شما چطور؟ من ساکن شیرازم از خاصه برادر منم شیرازی اون تو میری؟ تو بمیری؟ پس واجب شد که برم دست میزش بگیم تو کارخونه پتروشیمی کار میکنی این رو تو بگیره لطفا نگاه نکن آقا فرمودی چی شیمی؟ پتروشیمی ها پتروشیمی خب اسمشون چیه؟ محمد علی بهشتی گفتی تو پتروشیمی چی کار هست؟ نمیدونم اما خودش نوشته پست مهم میده مهم؟ من دیگه باید برم پیداش کنم ایشالله چند وقت دیگه با دعاشتون میاد درون و شما رو ببرم شیراز چونه یادتا برم
آخه پاروونه خونه خودمون برم. برو تو، خسته شدم. اونا رو برده بیار تو دختر، مواظب باش به در دیوار نزنی. چشم امو جون، حواست جمع کن. بیکار وای نسا، یه لبه پر اتاقا رو گردگیری کن. من میخوام یه چرت بزنم، خیلی هم خواستم نهارم نداریم که کون بده اون هیکلو. چشم. برادر عزیزم سلام، قبل از هر چیز باید بهت بگم که خیلی دوستت دارم، خیلی هم دلم برای تنگ شده. هیچ چند وقت با هم حرف نزدی. اگه فراموش نکرده باشی، بعد از تصادف پدر مادرمون، وقتی که ما خیلی بچه بودیم، تو به من دلداری میدادی و میگفتی وقتی به عرصه رسیدی خودت ازم نگهداری میکنی. اما حالا میدونی چند وقت منو گذاشتی و رفتی؟ پس چرا اون منو به چشمی کلفت نگاه میکنم؟ نمیخوام ناراحتت کنم داداش، سربسته برات بگم صلاح نیست من بیشتر از این توی خونه بمونم. هر چیزی تر بیا و منو با خودت ببر شیراز. من غیر از این هیچی از تو نمیخوام. خواهرت آفاق. چایی بدم من ببینم خبر بدی واسه نوشته علی آقا. چطور مگه؟ آخه دیدم سه گرمه ها تو همه. نه نه، نامه آبجیمه نوشته اگه پول مولا لازم دارستم بفرسته. با چاخان کردی؟ نه نه نجونمش دی. پا چرا رو دروازی داری برای در؟ خب بنویس واسه بچه بچه تونم سمیه کن کسی نبینه. برو به امان خوب. سلام علیک. ای والا علی آقا، یه هفته آزگار ما وارد شدیم، حالا میای دیدن ما؟ من مریض بودم جون شما. سوقات چی آوردی؟ سوقات واسه کسی میارن که معرفت داشته باشه بیاد خونه دیدن سرکار. شما که خبر نداری، کارم به عملم کشید سرکار. سر خواهم عمل؟ آخه مرضت چی بود؟ آنفولانزا داشتم. بی غیرت، یه چیزی بگو بگون چه. آخه آنفولانزا عمل میخواه. کنگیه نمیخواه، این جدیدی عمل میخواه. جنسش هم میگن خیلی بهتر از اولی ها. خیر خب دیگه آسمون ریسمون نواف، جون احمد باور کردن که مریض. جون احمد سوقاتی رو رد کن بیاد ببینی. بیا خونه، یه کفن نمره یک واسه دو بردم که به دست خودم دور حرم توافش دادم. بیا خونه بهت بدم. بنا خدا حافظ افلاطون. بیچینم درش کن. بی اینجا کجا سر خان؟ سفارش ما رو بکنین تا تاکسی ما رو سرویس کنن زودتر بریم. نوکرتم به من. بس بگو واسه چی اومد اینجا. نه کجا بودی پسر؟ رفته بودم زیر بندی ماشین بارازه رو خواهد کردم. دفتر من میرم پتروشیمی رو برمیگردم. فهمیدی؟ بس کجا گفته میری؟ بابا سفارش کن ماشینی علی آقا رو زودتر بدن از اینجا بره. پتروشیمی چی کار داری داری میری اونجا؟ من چه فوزولی پسر. آخه من تو پرتشمی پارتی دارم. مورا بابا رفقه ایون اشرفم تمامشون اونجا هستن جون تو. فقط منتظر یه اشاره کوچی که منم. علی چاخان اینقدر چاخان نکن. من مرگتون من چاخان. خیلی خوب برو بالا، ولی تو باید دم در وایسی چون کارم مهمه، نمیخوام کسی ازش سر در بیاره. خیلی خوب من وامیستم دم در، اگه کارم داشتی کار دور از داشت از بیرون صدا کن بیا خوب. خیلی خوب بدم بریم. بیان که به تو باز گفت علی بلبل نه علی چاخان. موازه این که خیلی خوب هم چرا دیگه میزنیم. فرمودین محمد علی بهشتی؟ بله محمد علی بهشتی، محمد علی بهشتی، محمد علی بهشتی، محمد علی. شغلش چی آقا؟ والا نمیدونم، فقط به من گفتن که اینجا یه شغل مهم میداره.
نه خیر آقا، متاسفانه اسم ایشون نه تو لیست رؤساست، نه مهندسین، نه کارمندا و نه کارگرای جز. با عجیبا ببخشین آقا که زحمت دادیم، با عزشون مرغزی سلام. الو بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشین. ها او جان سلامت باشی، باز اومدم. سلام علیکم آجت خان. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ببرمه. بی بار این گیره باکس رو ببر. با سر ما رو دور دیدی رفتی دختر بازی؟ نه شما رفته بودم دست با. خب گفتی کجی میخوای من رو ببری؟ خواستگاری. چی؟ واسه ای چی؟ عاطفه. چی؟ امرو واسه عاطفه خواستگار. مرگ من؟ جون تو. باعثه ببینم آخه چه جوری؟ چرا؟ واسه چی؟ چرا زودتر به من نگفتی؟ آره تو باره رفتفه پوش، من خودم هم خبر نداشتم. آخه نورگره جام خدا. علی اینه بده به افلاطون به کارش برسه. رو انگارم دست باهم نرو. خب ببینم عاطفه چی میگه. حتما با دومش گردومش کرده نه؟ نه بابا تفلک اصلا خبر نداره. چطور؟ آخه قراری نداشتیم امرو ناغافل محرم خان اومد کارخونه و خبر. محرم خان؟ آره همون صاحب کاره. آره خودش خواستگاره. آره آره مگه زن نداشت؟ علاقش داده. صحیح انگاه خوشت نایمان. پسر اگه اون زن گردار بود زنشو طلاق نمیداد. لابد یه عیب و ایرادی داشتن. خب اون زن اولیه چی؟ بابا زن اولشو که دیده بودی چقدر پیر بود، عوضش پولدار بود، پولاشو بالا کشید یکی بازم بیرونش کرد. مردم پشت سر کی که صفحه نمیذارن. حالا بریم ببینیم چی میشه. بفرمایید محرم خانم. دست شما درد نکنه. قربون شما. بفرمایید ترم خانم. ایشالله بعد از عروسی داداشم و عاطفه خانم نوبت من شما میشه. بفرمایید. خیلی ممنون. شما بفرمایید. قربون دستت، من نمیخورم. جیگر رو کلابه. قربون تو میل ندارم. محرم خان اگه جسارت نباشه خواستم بپرسم که چطور شد شما با هیچ کدوم از زنهای قبلیتون نساختی؟ والا اولیش که جای مادرمون بود. با صدر احمد به اون، ما با یه دختر چشم و گوش بسته عروسی کرد. عجب چشم و گوش بسته. اما چند سالی که گذشت اون بی حجاب شد، بعدش هم رفت تو جلد ما که واسمون یه ماشین بخواد، میخواست رانندگی یاد بگیره. وقفاق پناور خدا، دوره آخر زمونه. ناراضی هم بود. شما اگه جایی من بودین چی کار میکردین؟ بله حق با شماست محرم خانم. حجت خان با اینکه من داداشم مثل مارگ زیدو از ریسمون سیاه و سفید میترسیم، اما همین که چشمم به شما افتاد به داداشم گفتم این دفعه دیگه خوب فامیلی رو انتخاب کردی. آبجی خانم خوشکتر رو با هم نسوزونی، همه دخترها که مثل اون خانم مار خوش خط و خار نیستن، یکیش همین عاطفه. با خواهر اصلا قابل مقایسه نیستن. من قسم میخورم که تا به این سن و سال رسیده هنوز دستش به هیچ مردی نخورده. دختر من مگه مثل بعضی دختراست که سر راه مدرسه به هزار تا سوراخ سنده سر میکشن؟ اصلا و ابدا. سرشو میندازه زیر، از خونه میره مدرسه، از مدرسه هم برمیگرده خونه. غیر ممکنه روزی روزگاری دختر من مثل بعضی زنای فرنگی مهار از شوهرش ماشین شخصی بخواد یا هوس شوفری به سرش بزنید. بده ما آبجی به عقیده تو اگه بگیم 20,000 تومن مهرش کنن یه وقت جا نمیزنن. خواهر بیشتر بگو،
یا رو حکم زن بیوه رو داری. آه. اما دختر تو دخترکه. توکل به خدا میتونم 30,000 تومن باشه بره. اما به مرگ بگیر که به تن راضی بشه. بله بریم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. ممنونم خانم، ممنونم. محرم خان بی رو درواسی باید 50,000 تومن مهر دخترم بکنی. عیبی نداره خانم بزرگ، مهریه آبروی زنم، 100,000 تومن مهرش میکنم، هیچ اشکالی نداره. یک کلام 110 تا که نگیر دست باچه بودن و زود قبول کردن. چونه نزنین خانم بزرگ، شما هم پسر دارین، ایشالله گذرتون به منزل ما میافته. خیلی خوب باشی، قبول میکنم، مبارکه. که میبینمه اینجا با من حرف نزن. مرسی آقای راننده. سلام علیکم. سلام. بفرمایین آقا کرایتون. بدش کن. بنش کن. باقی پولتو. باشه انامتون. مونده با این کرام. بزن بریم آقا مهندس. عزت شما زیاد و جد خواهد. به سلامت. ببخشید هرچی بهتون زحمت دادیم. اختیار داریم. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. سلامت شما. دیگه داریم فامیل میشیم. منزل ما تشریف بیاریم. چشم آبجی. سوار شو. اسم من ترمه است. چشم ترمه خانم. چشم. خدا حافظ. به سلامت. داشته باش، غلط میکنه تو رو طلاق بده. با اول چهار میخش کردیم بعد گفتیم بله. دادش مگه تیکه تیکم کنین و جنازم رو تحویلش بدین؟ بله بله بگو نیستم. تو غلط میکنی رو حرف داداشت حرف بزن. شاید داداشا بگی بیا تو جا برود بیاد بیهیا. بعد وقت بیچاره چهار سوای دیگه که تو پولی حالی میشه که من راه پیش باید گذاشتم یا چا پول که خوشبختی نمیاره. خفه شو واسه من لفظ قدم پرف نزن نیک بر بابا. بیا بریم سنا خود رو هم کلنجار بیا بریم. چه خوابایی وسط دیده بودم، چه میدونستم که تو برپریده به گربه کوره گفتی زکی. نکنه ننه دختری تربیت کردی بزرشت چا مرشه کاسی بیزار سر مادر بیه چاره میشکنی مادرت راست میگه خاله جون. این همون داداشیه که وقتی افتاده بودی مریض خونه، اگه خونشو بهت نمیداد مرده بودی. همون داداشیه که از اونجا تا کارخونه پیاده میره و برمیگرده اما قرفر تو رو درست میکنه. پس چرا باید بدون سلام و مشورت من به محرم قول بده؟ خب خب حالا گریه نکن دیگه، کار از کار گذرده. اگه یه دفعه دیگه بتیند به خداوندی خدا آقایی بکنم. نه نکمه الهی که شیرم حرومت باشه. بازم بگویم نه باشو سرت بکنم. حالا کجا میری؟ پور از تو الهی که بری بر نکن. بازه بونی تو گاز بگیر خواهر. بذار همینجا رو پیدا بشینم.
بشی. ببینه اتفاقی افتاده. یه لیوانه آب برام بیار. خیلی خوب همچی بشه آرامی. بیرو خود تمیزه خونه که نوشی جونه واسه من خواستگار اومده. چی؟ تو گفتی چی اومده؟ گفتم برام خواستگار اومده. مگه شهرته؟ هرته؟ من بگه خدایی نی؟ مگه پیغمبری نی؟ مگه روز قیامت نی؟ من نمیخوامم. آقا تو چرا این مردم حق تقدم رو رعایت نمیکنن؟ غلط میکنن؟ بگو نه اسم آدرس شما دارینا تو که صورت به اون نمیرسه. تو چی کار داری که میرسه یا نمیرسه؟ رو پر رو فقای ایون اشتفا میرسستم سراغه شکرشو پاره پاره کنم. دست وردار بابا تو صد دفعه بهت گفتم اگه منو میخوای. میخوام بله میخوام بله میخوام. پس چرا دست دست میکنی؟ همه اومدن خواستگاری جست تو. من مهندس نیستم. چی نیستی؟ من چیزم من شوفر تاکسی هستم. تو به من دروغ گفتی. خاطر خواد بودم. خب راستشو میگفتی. نمیتونستم نمیخواستم تو رو از دست بدم. حالا که بدتر شد. حالا اگه میخوام دروغ بگم مثل صفت زربالا برمیگده تو صورت خودم آفتر. شاید اگه روزای اول مشت خودتو واسم با میکردی آسون تر بود که برم سی خودم. بعد از اون همه اومد و رفت رازه نیاز دم آنس میگیره. بعدش قول بدم که واسه خوشبختیت شب و روز کار کنم. من فقط میترسم دیر بشه. نه هم فردا صبح میرم تهرون. میرم فامیلا و بردارم میرم اینجا. اگه که واسم دروغ بگی و لفتش بدی. به جون خودت نه. فقط یادت باشه وقتی اومدی خواستگاری همون مهندس باشی نه شوفر تاکسی. یا منو قربونت کن. افلاطون خان سلام علیکم. سلام پسر خانم کجاست؟ اونه هاشونجا خوابیده. مرسی. ماشالله پسر به کارت برست. دید نزن خودیه. پسر خانه سلام پسر خانه. سلام اتفاقی افتاده؟ نه بچی میگم که داداشم رو راضی کن که محرم رو جواب کنه. بینچی ببینم تو هنوز دست از لجبازی بر نداشتی دختر. حرف لج و لجبازی نیست میدونی من پای کسی دیگه در میونه. ایوا نه من که غریبه نیستم عاطفه. بی شیله پیله هرچی تو دلته بیز بیرون پسر خاله ببینه. آره یعنی چی؟ پای کسی در میونه؟ من اونو میخوام. اون چی؟ اونم آره. میدونستم دختر آقری هستی. خب حالا خاطر جمعی که اونم خیال داره تو رو بسونه. ای باری پسر رفته تهرون فامیلاشو واسه خواستگاری بیاره. اینا گلاب پس خودت بریدی خودت هم دوختی پروف دومش هم رفتی. ای پدر سوخته. خب چی کار هست؟ مهندسه. اوهو کی میره این همه را رو؟ به حجت میگی پسر خاله. خدا کنه روما زمین نندازه. به تقارون دوتا مرغ عشق و پس میره. به سلامتی کسانی که پیش پیش همشونو جمع میکنن که مبادا از این اتفاقا بیفته. اگه واسه ما میگی الحمدلله آبجی ما که خاطر خواهیم تو کارش نی. همین یکی هم واسه هفت پشت ما بسته. از کجا میدونی که نیست؟ ساده مسموریونه ریز ریز روح منو نخور. حرف آخه چیه؟ قراره یه مهندس بیاد خواستگاری عاطفه. تو فوار پاریده بشین پسر. از زیر سرش بلند شده. صادق و با دست خودت کفن کردی اگه بروش بیاری. پس میگی چه خاکی به سرم بریزم؟ حجت برو با خودت خلوت کن.
اگه راضی شدی که دل آبجیتو بشکونی و آرزوهاشو خونه محرم چار کنی خود دانی و الا محرم سلام اون چه اینجاست ببریمشون کنم آره زود باشه نه اگه نه 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 سلام چیزی میخواستیم نه سلام فقط یه چیزی هست که باید آتا یادت نره اینو جفان چند وقتی که بد جیره بخنه باید ما پیچیده ما هم که خودتون میدونیم از جون گذاشتیم یه وقتی دید در زندگیشو به هم بخنم اگه کی باشی که با آتا شب نگاه کنی بله تو چمو آجات خان غیر از این که مدیر اینجاست اصلا کارخونه مال خودشه برو خدا رو شکر کن که با خفت و خاری بیرون از نجمه ولی غیر ممکن بود که من رو حرف شرط بزنم برو پی کاره برو این بوشی چی چاقه نمیکنی؟ از که خواهر شنیدم والده با برنگ که شد رو پنی تو پنه میکنی با سلام سلام از ماست محرم خان بیا پوله؟ آره پول نمیخواستیم که بس صندوقت بس فرده باز حقوق بدی مارم خواه جونم نمیدونم چجوری بگم من خیلی دلم میخواست که این وصلت سر بگیره اما ما پارتیمون کنفته خدا زنده بذاره حجت خانه اون راضیش میکنه نه از قضا خیلی سعی کردم اما نشد دیگه واسه شما هم که زن قطعی نیست آبجی ما نشد یکی دیگه آخه پسر خوب ما همیشه به دوست و دشمن سرکوب میزدیم که اگه مرد حجته درسته ما قول دادیم اما رضایت دخترم شرطه اومدیم و به زور وادارش کردیم سر عقل بکه بله آخه زنی که رضایت نداره با شما زندگی کنه به چه دردت میخوره خیلی دخترها بودن که با نارضایتی رفتن خونه شوهر اما بعد از مدتی عقیلش آجد اما من تمام زندگیمو با آبجیم نمیتونم دلشو بشت کنم آجد حرف آخرته آره اگه کار به جای باریک کشید گله و گله گذاری نباشه با محرم دلم میخواد حرمتتو نیگر دارم اما بچه مزلف که نیستم تا حالا شنفتی کسی به من زور بگه با دم نزنم مارم پا ماشین شماره ایت خراب شده هر کاری میکنیم درست نمیشه چی میفرمایی؟ خفه شو هزاری هم که بگی حجت خان گروکشی کرده داداش واسی گروکشی کرده معلومه ترسیده که وقتی خرت از پل گذشت اونو فراموش کنی با این کارش خواسته بفهمونه که یه دختر میدین یه دختر میگیری خجالت بکش بی حیا وا مگه حرف بدی زدم خفه بشین بشین من میرم سلام علیکم سلام بی تو کسی متوجه شد مطمئن باش سرای داره اونم خواب بود دستکش دستت کردی هنو دستمه باری کرده اینم کلید به کسی نگی منم کلید دارم مهم و بکی حال خوب به امون خدا خدا بسید چیه داداش؟ چی خیال کردی؟ خیال کردی همینجور دست رو دست میذارم و تو رو تماشا میکنم؟ همین گوشه ها پارک کن من الان میام چشم خدا پسر خدا بیا با اسخر شیطون پیاده شو بذار یه خبر خوش واسه داداشم ببرم تا بیاد شکایتشو پس بگیره بهش بگو از همین حالا بره و چند تا سوراخ به نشون کنه که وقتی آزاد شدم جایی رو واسه قایم شدم داشته باشه اوجا سلام سلام چه داداش داداش نرم اینا خبر داشت آره کفش کلا کرده بودم بیان اینجا که من نذاشتم خوب کاری کردی نذار پیرزن قصه بخوره باشه باشه اونش با من برو تو دیگه در بازه آره ولی داداشی شد کارخونه دارای به نامه خود نام زدم هم استاد دانشگاه خیاطیه اما حرفشون هم عیون اشراف اونجا آره اینا بازم رفتن خرید کردن خب چه اشکال من نمیفهمم چرا اول نمیان خواستگاری
آخه دو تا بچه ناوارد که بیشتر نیستن، لابد خیال کردن اگه با دست پر بیان بهتره. بله حسابشون درسته، مگه من از اون دخترام که زیر لفظی نگرفته بله بگم؟ الهی قربونه تو دختر خوشگل و چیز فهم برم. یا 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 الله ایوا مثل اینکه اومدن اینجا بوزدلی بنا میگه یا بگی مادر بگی چادر تو سرت کن زود باش زود باش دیگه. رسی سلام سلام یه حالا بفرمین اینجا بفرمین شما بفرمین بفرمین برو تو دیگه پسر جون برو تو زنی چرا وایستادی برو واسه دخترم و پسرم شربت بیار بدو یالا بایجده یالا یالا خب خوش آمدید. یا الله قربون شما قربون شما بینی بو چی میان؟ شمسی گفت از خرید اومدی. حاجمون شما بزرگتر ما هستین. خب البته عموجون انقدر از مزاحمت اینه که در حق من پدری کنین و خلاصه انشالله که مبارکه. والا علی آقا مهریه دخترم دست کم باید 150,000 تومان باشه که پیش دختر خالش خجالت نکشه. نکشه شیر باهاشم یه خورده چپتر از معمولی باشه، آخه از دخترهای معمولی 2-3 سال بیشتر تو خونه مونده خرج ان شاء الله واسه جلسه بعدی میرزا اسقرم خبر میکنیم که ببینیم شرط و شروط اون چیه. ببخشید متوجه نشدم. ببین چی میگم. گوش کن عقد پسرمو دخترمو رو تو آسمونا بستن. حاجمو ببخشینا منظور علی اینه که در حقش پدری کنی. بله میفهمم. بله که آقا اینجا که فایده نداره که. منظورت چیه؟ ببینیم باید تشریف برین شیراز اونجا پدری کنیم. شیراز؟ چرا شیراز همون جون؟ آخه دو دختری که من دیدم از عیون اشراف شیرازه. چی؟ بله ببینم پس تو نایمدی خواستگاری زری؟ نه کی گفته؟ غلط کردی نایمدی؟ به گور پدرت خندیدی که نایمدی؟ پاشو گورتو گم کن از خونم برو بیرون. یالا دست اون آبجی نمک نشناستم بگی ببر. بس دیگه هرچی یتیم دادی کردم. برین گمشی. ای خدا صد مرتبه گفتم این قربتی ها تو دیگه خفش گورت سر. بسته برو خونه تا من یه سری به گاراش بسنم و بیام. من میدونم و محرم خورجت واسات وسیقه گذاشتم که آزاد بشی، نه اینکه با محرم سرشاخ بشی. تو کاری نداشته باش خورجت. صادق و کفن کردی اگه دیگه طرف محرم بری. صادق نوکرتم مرگ آقاد بگو. خوب باشه. خیلی خوب تو برو. تا تو برسی خونه منم کارم انجام دادم و اومدم. تو برو اون طرف واسه من برم تاکسیمو بگیرم. تاکسی؟ مگه تو تاکسی هم داری؟ بای محرم بوجت خودم نامحتر از تو ندیدم. برو واسه چی آزاد کردن؟ کسی بگش برای بختونه به من زدیم نه کسی بگشتار. چرا واسم با خوشتو خوشتو این خواب شمه نا کسن نا روزی کار خودتو خرابتر نکن آجا آن اگه پولا رو چیکار کردی دست از سرت بر نمیتونم. بیمه بابا اینجا بابا سی مگه من پولا رو دستتو نرس بردم شهید گام صندوق منو داشتی؟ نه چرا داشتی؟ این دوزی کار خودت من یا من جیبم بدوزم بذارم تو اون جیبا؟ نه تو هزار سنه کنم تا دیگه چون پیش از این جوابتی اومد از خودت بعد بخ کنم زراته تو نشونم داری گوله رو چیکار کردی؟ یا نه حرف بزن. من حرفی ندارم با تو بزنم.
بشرک. و این کار گور خودتو کندی. من وقتی گور خودمو میکنم که رسوات کنم، آبجیمو عروس کنم و به کوری چشمتو به سر صابونی برسونمش، تا چند وقتی که خبرش به گوشت میرسه و دق مرک میشی. برم کنی برم کنی برم کنی برم کنی عجبا نمه یعتنم حالا تا میاد یکی رو بزنه نمیدارم. این گور وردشته چیزتون شده آقا؟ نه طوری که نشدی. نه اینجا با نسین بری سر کارتون. تا حالا خیال میکردم بری سر کارتون. بره دیگه. تا حالا خیال میکردم این خانواده زبون خوش سرشون میشه، حالا که یکی از یکی کولی ترن بلایی سرشون میارم که دیگه نتونم میونه مردم سر بلند کنم. خب اینم همونی که میخواستی خیلی تمیزه. بولم هم هر سال همینجا میام همون. قربونه تو داداش. برو حسین ببینم راشه که بلد شدی برگردی خونه. آره خیلی خوب. من میرم پیش عاطفه. ما که دیگه دلمون نیست که این عاطفه جون تو ببینی. خیلی خوب شاید برگشتی خونه باشه انشالله. برو قربون تو. چجا گوشم سیگار خدمتون ها. آره یه سیگار خارجی نداری؟ باها نبا نداری بد میکشن. این هنرستان که کی تعطیل میشه؟ نمیدونم. پشت برو بپرسونی کی تعطیل میشه؟ تو چرا نمیپرسی؟ من خواست صبرم زیاده بعد اونق صبرم تفاوت. چند تا مهمون از ایون و اشرف داشتن ولی نتونستم بیام. خیلی هم معذرت خواستم ولی آبا حبجیب اومده. چی شما؟ چه روت پیش کردی؟ من هم با میکنم شما دیگه رو تو با کنم. دختره اترام خانم بود دوره آخری زمانش بخواهم. خیلی ترسیدم. ترسیدی؟ خوش شد.
قتلی میخوام. خدا کنه منو نشناخته باشه. خدا کنه داشت اینو رضایت بده. الان آبجی ترس همون میاد. آبجی مامان نداره مرگ تو. میرم چایی درست کنم. نوکرت چاییت هم. خدا خب بگو ببینیم تعریف کنیم. تعریف ها پیش توی که از تهرون اومدیم پیش من؟ رسی اون خاتسگاره چی شد؟ بلش کن بابا. چند روزه حال تهر ندارم. سرشو به تا کوبیدی؟ اگر نکوبیدی یک گوشگو بردن برم بکوبم بیان. چه جورم اصلا اسمشو نیار که اوقع میگیری. الان این تلویزیونو بسید کوکش میکنم. توسط پسرخاله تو گوش داشمینه خوندم که از تو عیب و ایرادی نگیرن. هیچ که توش نیم. علی قوریتون کجاست؟ علی بابا این قوریتون کجاست؟ من پیداش نکردم. علی با تو هم تو عجله کن. خدای من خدای من کمرش بشکره که کمرمو شکر
نشناس اگه میفهمید که جونی رو که خدا به بندش امونت داده بود نمیگرفت علایه هار صبح علت رو میبرم تحویلش میدم. فقط خواهشی که از تو دارم اینه که یه چند وقتی خواهره رو تراخوش کنی تا ببینیم چی پیش میاد. خب تو رو خدا این سرپیری من خودم یه نفر میخوام که تراخوش کم کنه. کوفت اوی ایک بری واسه من از این لغمه نگیر یا خیلی خوب بابا خیلی خوب میشه حرف زد. چیه؟ میگم که دست کم به من قول بده که به حجت و خالم از این جریان حرفی نزنی. ننه قولت قول باشه با اوی جوجه امروزه من خودم به تو یاد دادم که شرف آدم قولشه. حالا دیگه قول خودم رو قبول نداری؟ ببخشی پس زر زیادی نزم برو بکم اطاعت حیف که ننم هیچ غلطی نمیتونی بکنی.
شما برو نماز تو بخون. من نمازم خوندم. آره چه وقت نماز؟ نمی زنن. آره آره منم قضا خوندم. یالا یالا تو برو تو اتاقت. شما بری شما بری وای نسی که بری دیگه. شما برو. خیلی خوب اومدم. و تو که جنبشو در بردی چرا لباس نپوشیدی؟ گفتم که من میام دنباله بابا. آخه لنگ زوره. سب کن گوش کن آجد گوش کن چیم. تو برو خونه من الان میام پیشت. دیگه واسه چی برم خونه؟ یافتم بی وسیله میمونیم. پسر خوب آخه ما برای چی بریم تهرون؟ واه بابا ای والا من دیشب واسه هم قصه لیلی مجنون میگفتیم. سلام علیکم خاله. سلام. میگم که من دیشب تو رو خیلی فکر کردم. فکر نداره که ما با تقاضاش از اون نامرد میگیریم. تو از کجا میدونی که کار علیه؟ آره ننه از کجا معلومه که کار این پسره باشه؟ یعنی این میگه که کار این علیه باشه. خیلی خب تو آره برو خونه برو خونه. خیلی حرف هست که باید باهات بزنم. خب هر حرفی داری همین چه بزن. اینجا نمیشه حجت جور. انگار تو هم روی طور نیشه. تو بمیری هیچیم نیست. بیا پسر بیا. اینقلط بازی نکن برو خونه تا من بیام. تو باز حتما بیا خونه و باهات حرف بزنم. برو ببینم. آقا او چرا؟ دیگه لفتش نده میبینی که هوا پسه. علی علی جون به خدا میسپرمت. یه این ملاقات ما را بیفتیم صاحب کنی صادق خان. بله خوشخان. مگه قول نداده بودی بری خونه تو من بیام؟ خواستگی ها منم مثل تو یاد گرفتم بزنم زیر قولم. من میخواستم همه چی رو واسات بگم و چیزی نداری به من بگی. برو چرا خوش عدایش سندامت. Just a chance.
چی شده؟ این آبجی من کشته چون سر باشم. نه 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 من نکشتم. من به آدم خودم معرفی کنم. اون میخواد بره. دروغ میکنه. در حال وظیفه من و شما نیست که تشخیص بدیم. دروغه یا راست؟ آبجی من کشته چطور وظیفه من نیست؟ سامانه چرا صادق؟ سلام صادق خان. تسلیت میگم. قربون شما. حجات. با ما حرف نزن. صادق خان جلوی حجت رو بگیر. اول به احترام شما، بعدش هم چون میدونم داغ دیده است و اعصابش خرابه، این دفعه رو گذشت میکنم. امیدوارم دفعه آخرش باشه. دیگه تکرار نشه. بزرگواری میفرمایید. تو قصر در رفتی، اما من تقاضا آبجی واس آبکیت میگیرم. آقایون بفرمایید. خدا هر برای سر آبجی موردی سرش میارم. بعدش هم مثل سگ میکشمش و داغش رو به دلت میارم. ماست دیگه حجات. حالا برو سنتون تا خبرش به گوشت برسه. اونو مواظب باش. مریضه. بله. صادق خان دستم به دومنت. صادق خان من آبجی رو بدون. گل بره الهی. خدا اون روزو نگره. آخه ببین چه بلایی سرت آورده. اشکالی نداره. میگه از دوست هرچه رسد نیکوست. اگر در ایوری باشم از 16 سالگی به این طرف دیگه با هم دست پنچه نرم نکردم. خدا منو مرگ بده که باعث شدم میونه شما به هم بخوره. خودتو سرزنش نکن دختر. چادر تو سرت کن بری. کجا؟ حجت بر میگرده. رو حرفش حساب کن. دیگه نمیتونم تو رو تنها بذارم. نوکه چه کتکی بذارم. اومدی یا؟ از استاد خواهم بهتر پیدا نمی کردم. مبارکه.
چرا به پای هم پیر شین؟ ببینم گفتین جمعه؟ نه بابا شب جمعه. همین شب جمعه؟ آره. آخه هنوز که حالا یه عقد بی سر صدا میگیریم تا آبا از آسیا بیفته. بی سر صدا و بابا سر صدا نداره بابا، بی سر صدا خفه شد دیگه. میگم بی سر صدا نداره ما هنوز داده داغ اون ناکامه به دل داریم. بچه نشو علی، مگه یادت نیست که حجت تو کلونتری چه خط نشونی واسات کشید؟ هنوز حرفشه. آره اون از حرفش نمیگذره. راستش منم نمیتونم چلوشو بگیرم، مگه این که دیگه آفاق آبجی تو نباشه. واسه چه نباشه؟ وقتی زن من بشه. من به احترام شما اومدم اینجا، حالا حرفم با شماست. بعضی پیش اومده که نمیتونم صبر کنم. شب همین جمعه میخوام یه دختری را عقد کنم. اومدم از شما اجازه بگیرم. اجازه میدی خاله؟ مادر چی میگه؟ اون که میگه نه. پس انتظار داری که من بگم آره؟ خانم بزرگ، حالا میفهمم که هرچی حجت میگه راست میگه. اون صادقی که من میشناختم مرد. خداحافظ خاله. بی غیرت تر از تو خودتی صادق. تو منو مجبور کردی. من که هرچی گفتم علی قاتل عاطفه نیست، تو اون کله پوکت فرون نرفت که نرفت. هنوزم وضع عوض نشده. ببین حجت، تو چه بخوای چه نخوای، من همین شب جمعه آفاق و عقدش میکنم که در نظر تو زن من باشه نه خواهر علی. اون وقت ببینم غیرتت قبول میکنه که به زن من نظر بد داشته باشی. تا شب جمعه که آفاق زن تو نیست. نه خواهر علیه، اما من حفظش میکنم. خدا حجت خواهی، مگه آدم تقاصی برادر از خواهر میگیره؟ بذار اونا با هم عروسی کنن. تو هم خیلی ها هستن که میخوان. آره میدونم که میخوان، ولی اگه من پی بیغیرتی رو بتنم بمارم. رحم نمی کنی، اقلا به خودت رحم کن. تو هر کاری بکنی دیگه به خواهرت عمر دوباره نمیدم. قاتلش هم که داره تو زندون تقاص پس میده. نه اون ناورد وقتی تقاص پس میده که مثل من مجبور باشه واسه خواهر بدنامش عوض هجده عروسی هجده عذاب منده. ساده تو چی هستی؟ مرکز
صدام در بیاد خودم میکنم تو شکمت بلنشا 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 بازم که مست کردی بعد از اوری خواستم بیام کارخونه پیشت یه کاریه که فقط از دست تو ساخته است جلو حجت رو بگیر داداش داره تیشه به ریشه خودش میزنی حجت فقط از تو حرف شنوی داره داداش نذار زندگی خودش و عزیزونش رو به هم بزنه من اصلا فکر نمی کنم علی قاتل باشه تو کاری به این کار رو نداشته باش شاید هم صادق راست میگه خدا میدونه اون نامردی که عاطفه رو تو چته داداش بینا صادقا کجا فهمیده که علی قاتل من چه میدونم تو چرا اینجوری شدی نه خونه تو ور پریده راجع به اون روز حرفی بهش زدی کدوم روز صافه خون بگیر چطور راضی شدی داداش چطور دلت اومد اون بلا رو سرش کرد کشتی اونا ترمه به خداوندی خدا اگه لام تا کام حرف بزنی صحبت خواهر برادری رو ندیده میگیرم و تو رو میفرستم لا دست عاطفه نه به کسی نمیگم به خدا به هیچ کس نمیگم خدا کنم و الا به دست خودم داغ تو به دل خودم میذارم آفاقو عقدش کنی مگه دیوونه شدی من؟ بگیشه تو باید عقدش کنی عقدش کنم عوض عقد میکشمشو داغشو به دل تو و اون داغش نامردی آبروی منو که یه عمر با آبرو زندگی کردم آبروی منو که چای برادرت بودم بی غیرت تو بوده آبروی تو آبروی من بوده مکه آبروی من آبروی تو نیست باش که تو اینجایی عقدش کنم منو از این بی آبروی نجات بده عقدش کن که اقلن وقتی داداشش از زندون برمیگرده و امونتشو میخواد بهش بگم رفته خونه شوهر باز که تو از خونه دخترم از وقت عروسی حرف زدی چرا نمیری خجالت میکش از خدا بیخواد نه باش صادق عقدش میکنه تو غلط میکنی همین فردا همین فردا سب کن ببینم همون خودت که بد خود سرت نمیشه و حرمت مرد زنده رو نگر نمیداری واسه هفت پشت این فامیل دیگه واسه بچه من لغمه نگیر بی غیرت لامذهب کافر نه حرف عقد و عروسی نیست اون حق داره من اونو بی آبرو کردم میخوام عقدش کنم تا صادق بتونه سرشو بالا بگیره و به برادرش بگه فرستادمش خونه شوهر میخوام عقدش کنم و همون جور که عروسی عاطفه رو عزا کرد منم عروسی آبکیش رو عزا کنم تو فجله مثل سک میکشم حجت اما زنی حجت نمیشم حجت ما رو اینجوری نبین آفا این چهار سبا مرگ عاطفه دیوونش کرده ولا اون میدونی اون پسر خوبیه
خوب به خوبی و بدی اون کاری ندارم. من هنوزم مهرتو به دلم دارم، ولی چاره چیه؟ مگه دل من دروازه است که هر ساعت بروی یکی بازش کنم؟ من نمیتونم زن حجت بشم. من شما رو دوست دارم. چرا؟ حجت میخواد بعد از هم عروس رو بکشه. حالا دیگه حاضرم زنیش بشم. سارا من که کاری نکردم که تو از کم درده هیچ کاری نمیخوری. دیگه این طرف آخده بینرسی این میزنه برای برای دختر حسابتو بخوان. من که از این کارخونه نمیدم. باز که تو را افتادی، مگه بهت نگفته بودم که حق نداری از خونه بیرون بیا؟ داداش حجت میخواد اون دختر بیگناه من رو تو رو سننه. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید داداش جلوشو بگیر. نمیتونم. میفهمی؟ اگه بخوای میتونی. اصلا نمیخوام. صحبت سر اینه که اگه کار حجت پیش بره منم دیگه خیالم راحت میشه که مدعی ندارم. حالی جو مدعیت منم. اگه عقدو به هم زدی و جلوی حجت رو گرفتی که هیچی، و الا به همه میگم که قاتل عاطفه توی. خفشو خیال نکنی از خونه میرم بیرون که تو هر غلطی دلت خواست بکنی. نه مثل اجار بالای سرت وای میسم تا حجت کار رو تموم بکنم. صبر کن. صبر کن داداش. تو رو خدا صبر کن. نه نه داداش در رو نبند. تو رو خدا صبر کن. داداش تو رو خدا صبر کن. در رو وای کن داداش. در رو وای کن. یا الله. بفرمید. بفرمید. خواهش میشه. متشکرم. بفرمید. بفرمایید بالا. چاش. داداش درو باز کن. تو رو خدا درو باز کن داداش. یا با. بسم الله الرحمن
صادق ما را تنها بذار. خدا بجا کمک کن. سلام آقا. سلام دختر. سلام. بالاخره چی؟ ما زن و شوهریم، همیشه که نمیتونیم موی دماغمو بشی. برو بیرون. خیلی خوب. نه حجت، تو قسم خوردی که خواهر قاتل عاطفه رو بکشی. مگه نه؟ اگه هنوزم سر حرفت هستی خون منو بریز، منو بکش. چی داری میگی؟ به خدا راست میگم، محرم قاتل عاطفه است، نه علی. ما زخرف نکن. اون کجاست؟ از وقتی حاضر نشدی عاطفه رو به محرم بدی، کینه تو به دل گرفت، آخرش هم زهر خودش رو ریخت. اون کجاست؟ تمرکز صادق، آکون برو بالا تو از خونه برادرم. چیزی نداشتم واسه چشم روشنی بیارم. بفرمایید صادق خان. خیلی خوش اومدی. قدم روی چشم عجب این طرف. ممنون. شما که باز تو عروسی باشین. بله، ولی اونجا بی شما صفا نداشت. اومدم که شما رو ببرم. قربون شما، احتیاج به زحمت نیست. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. به به به، چه جاییه. خوبه. خیلی خوش اومدی. قربونت. بفرمایید. میشه یه تلفن بزنم؟ اختیار داری. بفرمایید. اینجاست. خیلی ممنون. من برم یه استکان بیارم تا یه پیکی بدم. خواهش. تلفن تو بزن اومدم. باشه. منزل محرم خانه. چه میدونم همین محرم کارخونه دار. بله درست، خودشه تای کوچه بنا. مگه عقل از سرت پریده مرد؟ کی کشته شده؟ چرا چرت و پرت میگی؟ چی شده؟ آخه واسه چی؟ واسه خاطر عاطفه، اون ناکامی که تو کشتی. ترس Yeah.
یه دختر جوان داشتن یه شوهر و چند تا بچه توپل مپل، اما بعضی دخترهای شیطون دلشون چیزهای دیگه میخواد. مثلا این دختر خانم بلا دلش موتور میخواد و تازه این اول ماجراست.